کج، کجابه، پالکی، دلیجان و کالسکه وسایلی بودند که توسط مردمان قدیم برای جابجایی استفاده می‌شدند، تا اینکه مظفرالدین شاه در سفرش به فرنگ چشمش به وسیله چهارچرخ به نام اتومبیل افتاد. او دلباخته این وسیله نقلیه شد و در بازگشت از فرنگ به عنوان سوغات با خود به ایران آورد. اولین بار در چنین روزی، یعنی 21 آذر ماه سال 1279 هجری شمسی، مظفرالدین شاه در بازگشت از سفر اروپا دو اتومبیل با رانندهشان را همراه خود به ایران آورد. البته درباره این دو اتومبیل تاریخی روایت‌های متعددی بیان می‌شود. یکی از این اتومبیل‌ها هیچگاه وارد ایران نشد، چرا که در مسیرش و هنگام حمل و نقل دچار نواقصی شده و در راه ماند. ماشین دوم که به رنگ آبی آسمانی تیره بود، به زحمت به تهران رسید و به کاخ گلستان انتقال داده شد. این اتومبیل مدتی بعد در واقعه ترور نافرجام محمد علی شاه در دوشان تپه منفجر شده و از بین می رود. بنابراین بقایایی از این دو خودرو در موزه های کشور وجود ندارد. مثل هر وسیله‌ای که از فرنگ می آمد، مدتی طول کشید تا مردم با اتومبیل کنار بیایند. آنها هر روز برای تماشای این چهارچرخ عجیب به میدان مشق، باغ ملی کنونی می رفتند و عناوینی همچون خر دجال، گردونه بخار، گردونه فرنگی و عرابه شیطان به آن داده بودند. از غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، که یکی از نامدارترین موسیقیدانان ایران بود، به عنوان اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران یاد می شود. وی برای بازگشت از محل موسیقی درشکه‌ای دو اسبه کرایه کرد و به سمت منزل راه افتاد. زمانی که این درشکه از خیابان امیریه به سمت شمال پیچید، اتومبیل فوردی از جهت مخالف با آن تصادف کرد و استاد از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه سر به زمین برخورد نمود. وی توسط مردم به بیمارستان نظمیه تهران که بهترین بیمارستان آن زمان بود رسید، اما بعد از 5 روز به دلیل ضربه مغزی در 54 سالگی فوت نموده و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. اتومبیل در ابتدا نتوانست در بین مردم به محبوبیت برسد، زیرا وضعیت راه‌ها به گونه‌ای نبود که بتوان در آن با اتومبیل تردد کرد. نیاز به راه‌ها سبب شد تا در سال 1285 هجری شمسی جاده جلفا تبریز احداث شود. سپس در سال 1288 جاده انزلی رشت قزوین نیز ساخته شد. اولین خیابانی که در ایران رنگ سنگ فرش به خود دید، میدان توپخانه بود. بدین ترتیب گسترش راه‌ها و ایجاد سنگ فرش‌ها در تهران سبب شد که اتومبیل به وسیله محبوب و تجملی برای اعیان و اشراف شود. آبادانی راه‌ها و خیابان‌ها به گسترش تعداد اتومبیل‌ها افزود، اما چون قانون مشخصی نبود، هرج و مرج عظیمی در عبور و مرور اتومبیل‌ها رخ داد و در نهایت پس از تأسیس بلدیه تهران در سال 1285 به منظور بهبود شرایط زندگی شهری، قوانین عبور و مرور مشخصی برای اتومبیل‌ها و درشکه‌ها و کالاسکه‌ها وضع شد.